همانطور که در ابتدای برنامه هم اعلام شد، میهمان بخش فارسی امروز ایراوا خانم پیمانه شفایی، فعال پرکار سیاسی در شبکه‌های اجتماعی هستند و موضوع گفتگوی این هفته قتل آقای ستار بهشتی بلاگر در زندان میباشد که توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. خانم شفایی، چند روز پیش توی خبرها اومده بود که هموطنی به نام ستار بهشتی توسط رژیم ایران توی زندان کشته شده. ممکنه قبل از اینکه با وارد معرفی ایشون بشیم بفهمید که آقای بهشتی به چه نوع فعالیت‌های مشغول بودن؟ آقای بهشتی که ایشون یه کارگر بودن، با اینکه تحصیلات دانشگاهی نداشتن ولی قلم بسیار زیبایی داشتن و ایشون از این قلم بسیار زیباشون در افشاگری مسائل داخلی ایران می پرداختن، یعنی درد اجتماع و رنجی که الان جوانای ایران در زیر این حکومت دارن میکشن رو به تصویر و به نقش می آوردن. و ایشون یک وبلاگ نویس بودن و فعال اینترنتی بودن که جنایات جمهوری اسلامی رو در صفحه وبلاگ خودشون افشا میکردن. ایشون که دستگیر شدن خانم شفایی؟ ستار در تاریخ 9 آبان دستگیر میشه در منزل خودش. جرمشون میدونین چی بوده؟ به چه جرمشون دستگیر کردن؟ بله، وقتی که ایشون رو دستگیر کردن، در زمان دستگیری نه به خود ایشون و نه به خانوادهشون ابلاغ نشد و با توجه به این که مثلا تهدیدهای قبلی که از برای دستگیریش انجام شده توسط عوامل رژیم، بیشتر روی فعالیتش در فیسبوک و وبلاگش و انتقادش از خامنه ای و سران حکومت دستگیر شده بود. ایشون البته در سال 78 به خاطر شرکت در تجمعات، فکر کنم کوی دانشجویی بود اگر اشتباه نکنم، دستگیر شده بود. همونطور که گفتم ایشون بیشتر یه فعال و بلاگر بودن که در فضاهای اینترنتی وقایع تلخی که روزمره مردم ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و به قلم می آوردن. خانم شفایی، خواهر آقای ستار بهشتی تو یکی از مصاحبه‌هایی که انجام داده بود با رسانه‌های خارج کشور اشاره کرده بود که برادرش توی زندان کشته شده و همینطوری که توسط پلیس فتا دستگیر شده. ممکن بفرمایید فتا مخفف چیه؟ بله، کلمه فتا از همون پلیس فضای اینترنتیه. یعنی یه سری پلیس اینا درست کردن که در فضای اینترنتی بیاد و کسانی که فعالیت اینترنتی دارن رو اینا رو شکار بکنه. الان چند وقتیه که رژیم حتی تو سایت های خودش هم اعلام کرده که ما یه سری فعالان مثلا به قول خودشون اسمایی که میذارن اسمای در زمانهای قبل میگفتن خرابکار، الان اسم تروریست و نمیدونم اراذل و چیزهایی که لیاقت خود این رژیم هستش به این بچه های بیگناه میدن و تحت این عناوین این بچه ها رو بازداشت میکنن. و واقعا هم وقتی که نگاه میکنین جز گفتن حقایق روزمره اجتماع چیز دیگر رو انجام ندادن. در صورت اگر خواستین من میتونم بیشتر در مورد خود ستار که چطور دستگیر کرد و چی شد باهاتون صحبت بکنم. حتما بفرمایید، خواهش میکنم. همونطور که خدمتون عرض کردم، در تاریخ 9 آبان توسط پلیس فتا در منزل خودشون دستگیر شدن. جرمشون هم به خانواده‌شون ابلاغ نشد و با توجه به تهدیدهای قبلی از دستگیریشون توسط عوامل رژیم به خاطر فعالیتش در فیسبوک و وبلاگش و انتقاداتش از خامنه‌ای و سران حکومت دستگیر شد. مطلب آخر ایشون یک افشاگری بود مربوط به تهدیدهایی که از عوامل رژیم به ایشون ابلاغ شده بود که ایشون رو تهدید کرده بودن که اگه دهنتو نبندی مادرتو سیاپوش میکنیم و آب از آب تکون نمیخوره و هیچ کس هم نمیفهمه. و بعد از اینکه ستار دستگیر کردن و شکنجه هایی به این طفل معصوم داده بودن که وقتی که سایر زندانیا این خبر دادن که در بند 350 اوین ایشون رو دیدن و میگفتن اصلا تمام بدنش له بود، اونقدر کتک خورده بود که سر و صورتش همه کبود و مجروح بود.
و همونجا یک نامه به علایی رئیس بند در خصوص شکایتش از بازجوش می نویسه که در حین بازجویی خیلی بازجویی شکنجه‌های روحی و جسمی شده و بعد ذکر می کنه که از این عواقب این مسئله روی پلیس فتا هستش. و در هر حال وقتی که جسد ستار رو به خانواده‌اش زنگ میزنن و میگن که آیا ستار مریض بوده، ناراحتی داشته اینا، که خواهرش میگه نه، خب برادر من هیچ بیماری یا مشکل جسمی نداشته، در سلامتی 100% بوده قبل از بازجوییش. و همطور که هموطنان ما شنیدن، ایشون ذکر میکنن که حتی قرص ضد درد آسپرین نا نمیخورده، سیگار نمیکشیده، یعنی یک پسر بسیار سالم جسمی بوده. ولی وقتی که تحویل میگیرن یک جنازه لش شده که البته خانوادش اجازه نمیدن اصلا ایشون رو به برای شستش روی جسدش نمیذارن کسی بیاد، فقط موقع دفن کردن به یکی از اعضای خانواده صورتشو نشون میدن که صورتشو گچ گرفته بودن، یعنی با گچ پوشونده بودن که این شکستگی ها و له شدن اعضای صورت مشخص نشه. خانم شفایی، شما اشاره کردید که ایشون رو زندان اوین بردن، ولی خواهرشون توی همین مصاحبه که منتشر شده گفتن که بیاید جسد رو از کهریزک تحویل بگیرید. جریان چی هست؟ والا به طور قطع ایشون رو در اوین دیدن سایر زندانیان در بند 350، ولی به نظر میاد که برای بازجوی شکنجه دوباره ایشون رو به کهریزک بردن و از اونجا جسد رو تحویل دادن. ولی خودتون میدونین کهریزک جاییه که فجیع ترین جنایات انجام میشه و دقیقا هم به همین صورت ستار رو از اوین به اونجا بردن و شکنجه های بسیار بسیار سخت هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی کردن و حاشیه های جنسی که به خود ستار و خانواده ستار کردن و همون کار راه کردی که 30 و اندی ساله که روی جوانای مردم میذارن، ایجاد ترس و وحشتی که بین مردم میندازن. شما اشاره کردید که خانم شفایی به خانواده ستار بهشتی اجازه ندادن در مراسم خاکسپاری شرکت کنن، درسته؟ بله. در حال حاضر آیا خبری از وضعیت خانواده ستار، یعنی مادر و خواهرش، وجود داره؟ شما خبری دارید؟ والا متاسفانه ایشون رو تمام اعضای خانواده حصر خانگی کردن، یعنی به نقل از یکی از فعالین حقوق بشر که سعی کرده بودن با خانواده ایشون تماس بگیرن، در حین گفتگو با همین دوست ما به منزل ایشون حمله میکنن و نمیذارن که، یعنی همون موقع تمام ارتباطات اینا رو قطع میکنن از محیط بیرون از منزل، یعنی به هیچ عنوان اجازه گفتگو با هیچ شخصی رو نمیدن، هیچ شخصی اجازه نداره منزل خانواده ستار بره، تعداد مشخصی از اعضای خانواده میتونن وارد منزل بشن ولی در حصر کامل خانگی به سر میبرن. چون من شنیدم قرار بود روز جمعه مردم جلوی خونه مادر ستار جمع شن، این موضوع خب در اینترنت و در صفحات فیسبوکی بسیار پخش شده و منتشر شده بود، ولی خبرهایی که میرسید از جو امنیتی جلوی خونه مادر ستار خبر میداد، درسته؟ بله. ببین خیلی سعی کردن مردم برن اونجا ولی جو امنیتی انقدر بالا بود که حتی خیلی از کسانی که از داخل ایران عکس و فیلم و اینا تهیه میکنن و به خارج میفرستن حتی نتونسته بودن از دوربیناشون استفاده بکنن، حتی به صورت مخفیانه که همیشه میکردن، یعنی محیط بسیار فضای امنیتی در اونجا اعمال شده از طرف رژیم. و میگم
الان وقتی که با یعنی در حقیقت از روزی که ستار جنازه ستار رو تحویل خانواده‌اش دادن، این خانواده بعد از تحویل جنازه نتونسته با هیچ کس تماسی برقرار بکنه. و یکی از منابعی که به این خانواده نزدیک هستن اعلام کردن که در زمان دفن فقط تعداد کمی از اعضای خانواده اونجا بودن که اجازه ورود به سلاخانه و رویت جسد هم به اونا ندادن. همونطور که قبلا اشاره کردم در زمان دفن صورت ستار رو نیمه باز میکنن که همون موقع آثار جراحت و قسمتی از صورت که با گچ پوشیده شده بوده شما میتونستین مشاهده بکنید. خانم شفایی، ما تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم هم وبلاگ ستار بهشتی و هم صفحه فیسبوکش برقرار هست، یعنی مسدود نشده از طرف رژیم. شما فکر میکنین رابطه شکنجه های وحشیانه که شما مشاهده کردید شاهدان عینی گفتن روی بدن این جوان وجود داشته تا چه اندازه ربط داره به این موضوع؟ بله، ببینین ستار، اگه من منظورتون رو درست متوجه شده باشم، اینه که به نظر میاد که ستار مقاومت کرده و این پسورد اینا رو به کسی نداده. درست بله. میگم؟ بله. بله. ببینین ستار با وقتی که من نوشتهاش رو میخونم میبینم چه روحیه‌ای داشت، چه واقعا انسان دلیری بود. حتی موقعی که تهدید شده بود، اگر شما اون وبلاگش رو بخونین میبینین که با چه جرأتی به رژیم یک نهی بزرگ گفت و گفت به رژیم گفت شما خجالت بکشین، من دهنم رو نمیبندم، شما هستین که باید دهنتون رو ببندین. واقعا آدم مثلا نگاه میکنه به شجاعت این انسان دلیر که در اون فضای اختناق، در اون فضای جور و ستم حاکمیت آخوندی داره به سر میبره. من خودم شخصا از خودم که در خارج از کشورم شرمم میشه که شجاعت اینو میبینم، که واقعا بعضی از متاسفانه انتقاد میکنم به هموطنهای عزیزم که در محیط خارج از کشور صحبت این عزیزان ما رو پخش نمیکنن. ما یه مسئولیت داریم به جامعهمون، یک مسئولیت به بچه هامون داریم، به وجدان انسانی خودمون داریم که باید از پس این مسئولیتمون بر بیاییم و اینی که صدای اون بچه های بشیم که تو زندان ها دارن شکنجه میشن، بدناشون تیکه پاره میشه و هیچ کس هم نمیفهمه. ستار از اونایی بود که ما فهمیدیم و ستار اولین و آخرین نبوده. متاسفانه کجای دنیا بچه آدمو میگیرن میکشن و به خانواده اون بچه اجازه نمیدن حتی عزاداری بکنن. این تو چه فرهنگی، تو چه دینی و چه آینی همچین چیزی هست؟ خلاصه خانم قفاری درد زیاده. خواهر ستار میگه 9 آبان لباس شخصی ها میریزن تو خونه مادرم، مامانم فقط اونجا بوده بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ مجوزی. دست ستار رو دستبند میزنن، لپتاپ و هر چی که داشت همه رو برمیدارن میبرن. برمیگرده مادرم میگه مجوز شما دارید؟ برمیگرده طرف اسلحه‌ش رو نشونه مادر من میده. نمیدونم داداشمو به چه جرمی بردن، به جرم بیگناهی. اگه بیگناهی جرمه همه مجرمیم. داداشم نوناور خانه بوده، امروز شوهرمو کشوندن اونجا، گفتن آقای ستار بهشتی مریضی داشته. شوهرم گفته نه، نه قرصی میخورده نه مریضی داشته، سالم بوده. گفته فوت کرده. گفته علت فوتش چی بوده؟ گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن، گفتن خفه شو. حرف نزن، فقط ما میپرسیم. الان میگم بیایید ببریدش از سردخونه کهریزک، با ما هماهنگ کنید، برید قبر بخرید. از حقوق آدم ها مینوشت. جرم برادر من میدونید چیه؟ انسان بود و میگفت انسانیت زنده بمونه. همین مامانم الان میگه، میگه مقاله می نوشته واسه خانم ستوده نوشته، میگفته پیاز کیلو 1500 تومن. فحشا از کجا میاد؟ بیکاری شروع میشه که بعدش فحشا میاد. سیکل داشت، نه که بگید لیسانس بود، دانشجو بود. درد جامعه رو میدید، درد میکشید از این درد، از این درد خسته شده بود. شوق دکترای درد کشیدن داشت، لیسانسه زجر کشیدن داشت. الان با افتخار میگم داداشم ستار بهشتی. اگه این خونش خونه
خون سیاوشه، سیاوش ایران زمین تو راه ایران رفت. مامانم میگه شیرم حلالش باشه. تو 8 روز اگه محاکمه ای دادگاهی، حالا میگن بیاید ببریدش قبر بخرید. در یکی از سایت های اجتماعی که خیلی هم بیننده داره در ایران، اکانت کاربری ایشون رو بستن. دلیلش چی بوده که اکانت ستار رو بستن؟ دلیلی که آزادی خواه رو توی فضای اجتماعی صداشون رو می برن، ولی در همین فضا مزدوران وزارت اطلاعات بی شائبه در حال لجن پراکنی برای مخالفین جمهوری اسلامی هستن، راحت اینا فعالیت می کنن. ما از مدیران این سایت های اجتماعی می خواهیم که به فعالیت مزدوران پایان بدن، چرا که شما هم شریک جرم خواهیم بود و در آینده باید به مردم ایران جواب بدین اطلاعات شخصی ستار چجوری دزدیده شده از فضای اینترنت. خانم شفای، شما اشاره کردید به یکی از سایت های اینترنتی که حساب کاربری ستار بهشتی رو مسدود کرده، ممکنه اسم این سایت رو بفرمایید؟ در تاریخ 22 خرداد یه مطلبی رو با عنوان خود وبلاگ ستار خودش درج کرده، من قسمتی از اونو براتون میخونم که در اینجا اشاره کرده. ایشون میگه که چندی قبل مناسبت فرارسیدن 22 خرداد، مطلبی با عنوان اندیشه آقایان موسوی و کروبی حفظ نظام، اندیشه مردم تغییر نظام، در آن مطلب توضیح داده بودم که آقایان موسوی و کروبی مخالف با سیاست‌های نظام هستند و موافق تغییر نظام نیستند. در آن مطلب تاکید کردم که حاضر به پاسخگویی هستند. لینک این مطلب را در سایت بالاترین و سایت آزادگی نیز گذاشتم، اما کس یا کسانی به علت نداشتن جواب در برابر حرف حق با نفوذ به وبلاگ این جانب مطلب را حذف کردند. و در آخر مطلب دو لینک بالاترین و سایت آزادگی را میگذارم که شاهدی بر ادعای این جانب باشد. اولا اینکه من مطلب را باز در وبلاگ و در وبسایت بالاترین آزادگی انتشار دادم. دوم، از طرفداران این دو شخصیت میخواهم که به جای دست دادن به چنین اعمال حقیر و سخیفی کمی معلومات و طرز فکر خود را بالا ببرید. اگر این دو شخصیت جایی برای حمایت دارند، مطلبی در دفاع بر آنها در برابر مطلب من بنویسید. و اگر جایی برای دفاع ندارند، بیهوده دنبال روی این دو شخصیت پایه‌گذار نظام فاشیست ایران نباشید. هرچند من با این اعمال نسبت به ادامه نوشته‌های خیش مصمم‌تر می‌شوم، همان گونه که مطلبی درباره رضا پهلوی درج کردم و طرفداران ایشان به جای نوشتن مطلب به دفاع از این بت مشغول گریستن در سایت بالاترین شدند و برای این جانب از سایت بالاترین اخطار فرستاده شد. و کار سخیفی که شما مدافعان این دو شخصیت انجام دادید، چه طرفداران رضا پهلوی و چه طرفداران این دو شخصیت، هر دو برای این جانب جای بسی خوشحالی است که توانستم جلوی عده‌ای به اسم وطنخواه و در اصل وطنخوار بیستم. سپاس یزدان پاک را. حال به خاطر تلاش طرفداران حزب سبز برای حذف مطلب این جانب بنده هم، جواب تلاش این عزیزان را با مطلبی جدیدتر می‌دهم. یعنی اینجا کاملا اشاره می‌کنه که مطالبش حذف شده. الان اگه شما به اون مطالب ستار برگردین رو سایت بالاترین، می‌بینین که حساب کاربری ایشون هم بسته شده، مثل حساب کاربری خیلی خیلی از اشخاصی که خواهان براندازی این نظام فاشیستی جمهوری اسلامی بودن. البته توی مطلبی که شما الان خونده اشاره کردید که خود آقای بهشتی هم اشاره کردن که از طرف کسایی که سبز شناخته میشن حسابشون مسدود شده و حمله شده به ایشون، ولی در این حال در خبرها ما میبینیم که دسته ادعا دارن که ستار بهشتی خبرنگار سبز بوده و به چیزی که به جنبش سبز در ایران مرسوم هست رو میخوان ایشون رو وابسته بکنن. این چه دلیلی داره و این ادعه چه هدفی دارن از این کار؟ من نمیتونم در مورد اینکه این عده چرا این کارو میکنن صحبت کنم. همیشه یک عده فرصت طلب و موج سوار در تاریخ ایران وجود داشتن. شما خودتون شاهد این هستین که در سال 57 چه اتفاقی افتاد.
یعنی این که کسی بخواد یک فرد آزاده رو به عنوان شهید خودش قلم داد بکنه به نظر من یک موج سواری بیشتر نیست. من اصلا در مورد این مسئله از خودم صحبتی نمی کنم و اگر اجازه بدین صحبتهای خود آقای بهشتی رو براتون تکرار بکنم. بله حتما بفرمایید. در همین مقاله آقای بهشتی ایشون تاکید میکنن که اولا که باز تاکید دارن قیام خرداد سال 88 از طرف اندیشه بسیاری از ایرانیان به نوعی تغییر نظام را پیگیر بودند. برعکس آقای میر حسین موسوی و شیخ کروبی نه تنها قصد تغییر در کلیت نظام را نداشتند بلکه خواستار پابرجا ماندن این نظام بودند. شعار این دو فرد فقط پس گرفتن رأی بود، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، و در نهایت که راه به جایی نبردند و حرف آنها برای خامنه‌ای خریدار نداشت. تنها تغییر موضع آنها خواستار تغییر در سیاست‌های نظام فعلی و بازگشت به عصر طلایی خمینی شدند، اما به مردم توضیح ندادند کدام عصر طلایی، عصری که تیرباران افراد بدون محاکمه از روی پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد و تا الان ادامه دارد. آیا این دو شخصیت که گلوی خود را برای شکنجه و تجاوز در زندان‌های نظام بعد از انتخابات 88 می‌دریدند، چگونه در همان سال که این دو شخص بر سر مقام‌های گوناگون و مهم بودند سخنی از این فجایع نظام نمی‌زدند؟ چگونه بعد از تقلب در آرای مردم، آن هم آرایی که خود این دو شخص در آن سهیم بودند، فریاد و مصیبت‌ها و از این ظلم سر دادند؟ باید در دانستن این مطلب سری به پست‌های این آقایان تا قبل از انتخابات سال 88 داشتن بزنیم، آن زمان که بسیاری از فعالین و مخالفین نظام به اندازه عمر این نظام مبارزه کردن، شکنجه شدن و زندگی آنها هم پاشیده شد و بسیاری از انسان‌ها سر به نیست شدن. ببینیم این دو شخص در چه کار بودند و چرا تا زمان تقلب در آرا صدایی از این دو شخص در نمی آمد. اول به سراغ میرحسین موسوی می روم که بسیاری از مردم جامعه گمان بر این دارند این آقا فقط در پست نخست وزیری بوده و بعد از آن چون نوعروسان آنه نشین بودند. شغل آقای میرحسین موسوی از اوایل نظام: یک، عضو مرکزی حزب جمهوری اسلامی، دو، عضو شورای انقلاب اسلامی، سه، رئیس دفتر سیاسی جمهوری اسلامی، چهار، سردبیر و مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، پنج، عضو نهضت خداپرستان سوسیالیست و جنبش مسلمان مبارز، شش، نخست وزیری از سال 1360 تا 68، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، صاحب امتیاز روزنامه کلمه، مشاور سیاسی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، مشاور عالی در دوره خاتمی و رئیس شورای اقتصاد، رئیس فرماندهی نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان و همینطور ادامه پیدا میکنه که ایشون 19 شغل در این نظام داشته. 19 عضو تشخیص مصلحت نظام و در کل شخصی پشت پرده نظام از سال 68 تا انتخابات 88 بوده. درباره شیخ مهدی کروبی که طرفداران وی به او لقب شیخ شجاع داده اند و جای تعجب دارد که چه شجاعتی در این شخص است، لقب شیخ شجاع به او داده می شود. اگر به خاطر افشای فجایع کهریزک این لقب را گرفته، از زمان پایگذاری نظام که بدترین فجایع در زندان‌های نظام و در هنگام مسئولیت همین شخص و مشاغل مهم انجام می گرفت، چرا ایشان شجاعت گفتار نداشت؟ فقط شجاعت خود را برای گرفتن منافع خود نشان دادند؟ به نظر بنده به جای شیخ شجاع به ایشان لقب پسر شجاع بدهند بسیار برازنده ایشان است. پسر شجاع کارتون بسیار زیبایی بود در باره مشاغل شیخ کروبی، لازم به سخن گفتن و نوشتن نیست. خانم شفایی، ممکنه بفرمایید واکنش ها نسبت به قتل ستار بهشتی چگونه بوده، چه در ایران و چه در خارج ایران از سوی دیگر کشورها؟
واکنش ها بسیار گسترده بوده، به صورت خیلی جهانی این واکنش ها انجام شده. یکی خبرگزاری فرانسه در تاریخ 8 نوامبر اعلام میکنه که وزارت خارجه فرانسه از ایران خواسته که در مورد مرگ در بازداشت یک وبلاگ نویس توضیح بده و برای گفته این خبرگزاری ستار بهشتی زیر شکنجه کشته شده و همینطور وزارت خارجه نه تنها این مسئله رو محکوم کرده بلکه خواستار توضیح شده وزارت خارجه فرانسه. همینطور یکی از مقامات انگلیس هم دقیقاً همین مسئله رو عنوان کرده و خواستار پاسخگویی دولت ایران شده مبنی بر قتل این وبلاگ نویس. خانم ویکتوریا نولند در سایت وزارت خارجه امریکا در مورد این مسئله بسیار ابراز وحشت و شوکه کرده. می نویسن که ما از گزارش ها مبنی بر اینکه مقامات ایرانی ستار بهشتی فعال و بلاگر را هنگام بازجویی شکنجه و موجب مرگ او شده اند شوکه و وحشت زده شده ایم. بهشتی تنها به جرم بیان دیدگاه سیاسیش در فضای مجازی بازداشت شده بود. ما در مطالبه از دولت ایران برای رسیدگی به این قتل و کشتن، مسئول نگه داشتن عاملان بازداشت، شکنجه و پایان فوری آزار گزارش شده خانواده بهشتی را به جامعه جهانی به این خواستار میپیوندیم. در حقیقت یک پیام تسلیت به خانواده بهشتی گفتن خانم ویکتوریا نولند و همینطور به تمام خانواده های ایرانی که به اتهام کاذب و به طور غیرقانونی به دست یک رژیم بیرحم و ریاکار بازداشت شده و ناعادلانه کشته شدن رو این مصیبت رو به همه این خانواده ها تسلیت گفتن. این از سایت وزارت خارجه بود. همینطور در سایت عفو بین الملل امنستی اینترنشنال هم اعتراض شدیدی کردن و خواستار جوابگویی و پاسخگویی دولت ایران در مورد رژیم ایران در مورد این مسئله شدن. در داخل ایران گزارش ها بسیار مردم خشمگین و منزجر شدن. تمام فعالین سیاسی، بسیاری از فعالین سیاسی و مخالف برانداز خواستار این شدن که هسته های مقاومت به صورت مسلحانه تشکیل بشه و یک حرکت ارتش ملی مثل سوریه در داخل ایران یک موج جدیدی به در حقیقت به طیف براندازان جمهوری اسلامی دیده شده که در سایت های اینترنتی این رو میتونی مشاهده بکنی. در قبال این واکنش ها تمام فعالین سیاسی داخل کشور و خارج از کشور بسیار نگران وضعیت بقیه بلاگرها هستند که به طرز بسیار وحشتناکی شروع به بازداشت شدن و بیخبری هستند. خانواده اینا کوچکترین خبری از عزیزان خودشون ندارن و ما جامعه جهانی رو به این ترغیب میکنیم که در مورد ناپدید شدن این افراد سعی تلاش خودشون رو بکنن تا خبری از این عزیزان گرفته بشه. متاسفانه اطلاع نرسوندن نام این افراد باعث میشه که این عزیزان گمنام بمونن و ما نتونیم خبری از اینها به دست بیاریم و اینا بیشتر به خاطر همون تهدیدهایی که خانواده ها رو میکنن. به هر حال همه خانواده ها عزیزانشون رو وقتی که اینجوری به قول معروف آدم ربایی میکنن یک رژیم، خانواده از ترس این که مبادا آسیبی به این بچهشون برسه به هیچ کس نمیگن تا وقتی که این مصیبت یک مصیبت فاجعه انگیز بشه. من فکر کنم یکی از چیزهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که به عنوان یک ایرانی و فعالین دیگه که حالا ایرانی هم نیستن واقعا بعد از دولت‌های جهانی بخوایم که مزدوران جمهوری اسلامی رو از کشورشون اخراج بکنن. همون عمل شجاعانه که کانادا انجام داد، سفارتخونه هاشون رو به نشانه اعتراض ببندن. اینا دارن قتل انجام میدن در زندان های ایران و ما باید به این مسائل شدیداً اعتراض بکنیم و صدای ستارها باشیم. شما میدونید درست پس از اینکه خبر کشته شدن ستار پخش شد، خبر کشته شدن یک فعال احوازی هم در یک کارگر احوازی هم انتشار پیدا کرد که به صورت تصادفی خانواده ایشون در پزشکی قانونی جسد ایشون رو بعد از اینکه
ایشون گم شده بودن و پلیس های امنیتی وزارت اطلاعات ایشون رو دستگیر کرده بودن، جسدشون رو به صورت اتفاقی در سردخانه میبینن. از این جنایات الان خیلی از بچه های بلاگر هستن که ازشون بیخبر هستن و جمعی از فعالین حقوق بشر در داخل ایران دارن سعی میکنن یک لیستی تهیه کنن که اسامی این مفقود شدگان رو منتشر کنن، ولی الان از سرنوشت خیلی از این بچه‌ها خبری نیست و واقعا نمیدونیم در درون اون زندان‌ها چی داره می‌گذره. یعنی شما الان تماسی با افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی ندارین بعد از قتل ستار بهشتی؟ با یک سری‌هاشون تماس داریم ولی خیلی‌هاشون الان مفقود شدن. یعنی رابطه‌هاتون الان قطع شده؟ بله. خب خانم شفا، شما به عنوان یک فعال سیاسی در شبکه‌های اجتماعی چه نکاتی رو میتونید برای امنیت بیشتر در به خصوص در دنیای مجازی در ایران برای کاربران ایرانی توصیه بکنید؟ اولا اینکه من از دوستان عزیزی که خارج از کشور هستم بیشتر میخوام این مسئله رو رعایت بکنم. چطور؟ برای اینکه بچه‌هایی که داخل ایران هستن خودشون نکات امنیتی رو میدونن و سعی میکنن تا اونجا که بتونه رعایت بکنن. منتها یه سری چیزهایی هست، نکاتی هست که ما به عنوان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی روی اینترنت باید رعایت بکنیم. اینکه ما مثلا هر کی رو که نمیشناسیم به این لیست دوستان خودمون اضافه میکنیم. و ممکنه اون شخصی که جزء دوستان ما هستش مثلا در فیسبوک جوری ست شده که دوست من میتونه دوست دیگری رو که با ایشون در ارتباط نیست پوستینگ هاشو ببینه و این باعث یک خطره. یعنی ما به راحتی داریم اطلاعات عزیزانمون که داخل ایران هستن به یک سری آدمایی که نمیشناسیم میدیم. همیشه وقتی که یک نفر رو داریم به شبکه‌های اجتماعی خودمون اضافه میکنیم این سوال از خودمون بکنیم که هدفمون از این کار چیه؟ هدف ما از داشتن فیسبوک چی هست؟ آیا جنبه شخصی داره؟ اگر جنبه شخصی داره چقدر عالی، جنبه شخصیش رسیدگی کنیم، ولی اگه جنبه سیاسی داره نکات امنیتی رو کاملا رعایت بکنیم و بدونیم که با چه افرادی در ارتباط هستیم. درسته خیلی سخته که این کار رو انجام بدیم، ولی من به همه دوستان توصیه میکنم که یک مقداری مطالعه بکنن چطوری پرایوسی های خودشون رو ست بکنن که دوستانی که در داخل ایران هستن به خطر نیفتن. فقط میخوام در آخر اشاره بکنم که واقعا ستار یک اسطوره‌ای بود برای جوانای ایران، یک سمبل مقاومت مثل خیلی های دیگه که مظلومانه رفتن و صداشون رو، صدای دردشون رو کسی نشنید وقتی که تو زندان بودن. من از همه هموطنانم در خارج از کشور خواهش میکنم که صدای اونا باشین. از کوچکترین فعالیتی که فکر میکنین، همین صحبت کردن با دوستان خارجیتون، این که بهشون بگین که داخل ایران چی میگذره، چه جنایتهایی داره میشه، کوچکترین نحوه اطلاع رسانی از اخبار داخل ایران باعث میشه که یک فضای آگاه سازی در سراسر دنیا ایجاد بشه. الان درسته که این رژیم وحشی هست و جنایتکار و از هیچ جنایتی همونطور که خودمون میبینیم و شاهدش هستیم نه داخل ایران نه خارج از ایران چشم‌پوشی کرده. خودتون شاهدین که چطوری کودکان نوزاد در سوریه به طرز فجیع میکشن و ما این رو کاملا واقف هستیم، ولی فشارهای بین المللی میتونه جلوگیری از این جنایات بکنه و ما باید از مقامات رسمی کشور که زندگی میکنیم خواستار این باشیم که تمام روابط دیپلماتیکشون رو با این رژیمی که یک مش قاتل سر کار هستن رو قطع بکنه. خانم شفایی بسیار ازتون متشکرم که وقتتون رو در اختیار ایراوا گذاشتید و توضیحات بسیار خوب و نکات بسیار مهمی رو بهش اشاره کردید در این گفتگو. براتون پیروزی و موفقیت آرزو دارم. بسیار سپاسگزارم از شما خانم غفاری که این لطف رو به بنده کردین. از اینکه این وقت رو به من دادین بسیار سپاسگزارم. یا رهایی
بهایا من عرقتان ابتدای بیداریست سینه در سینه نامتان جاریست ابتداد قیام سرخ شماست این علم ها که هر کجا برخواست این علم ها که هر کجا شکفته در سینه رازهای مگوی دیرینه رسته از سینه ها شقایق ها در شب واپسین عاشق ها بوی باروت و صبح پیچیده است باز عشقی به خاک غلطیده است باز عشقی به خاک غلطیده مرگتان ابتدای بیداریست سینه در سینه نامتان جاریست امتداد قیام سرخ شماست این علم ها که هر کجا برخاست این علم ها که هر کجا برخاست گل سرخی که زمهریرش چید راز خود را به چوبه ها بخشید خاک هم رنش میبرد آری به چنین خاکیان به ناچاری مرگتان ابتدای